سلام با شما، خوش اومدید به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه مطابق روال مروری داریم بر رخدادهای مهم هفته گذشته. نخست در گزارشی به بازتاب‌های گفتگوی تلفنی اوباما و روحانی خواهیم پرداخت. سپس احمد باطبی خبرنگار ما از واشنگتن ما را در جریان آخرین تحولات مربوط به اختلاف جمهوری‌خواهان با بودجه پیشنهادی باراک اوباما برای طرح بیمه درمانی همگانی قرار می‌دهد. در ادامه نیز مایستان بختیاری خبرنگار ما در استانبول به گزارش اخیر عفو بین‌الملل درباره ترکیه می‌پردازد. از انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق خواهیم گفت و در پایان نیز گزارشی داریم از بازداشت یک شهروند ایرانی بلژیکی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران. با ما همراه باشید. گفتگوی تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی در پی بازگشت حسن روحانی از سفر نیویورک واکنش‌های مختلفی در محافل داخلی و رسانه‌های خارجی به دنبال داشت. با توجه به نشانه‌های مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از تعبیر نرمش قهرمانانه، مشکل بتوان تصور کرد که منتقدان ندانند که این مکالمه با اطلاع آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. در حالی که 230 نماینده مجلس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کردند، برخی اصولگرایان و محافل تندرو در ایران از گفتگوی تلفنی حسن روحانی با اوباما انتقاد کرده و نسبت به برقراری رابطه با آمریکا هشدار دادند. از جمله حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول روزنامه کیهان، از این مکالمه به عنوان عملی زشت و پلش نام برده است و فرمانده سپاه پاسداران نیز آن را به عنوان یک اشتباه تاکتیکی توصیف کرده است. جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، هم گفته است در صورت شکست ایران در مذاکره با آمریکا، ملت دولت را واژگون می‌کند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه از تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما انتقاد کرده و گفته است که این اقدام یک اشتباه تاکتیکی بوده ولی قابل تصحیح و جبران است. آقای جعفری که با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفتگو کرده است، در ارزیابی سفر رئیس جمهوری ایران به مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که آقای روحانی روی اصول ایستاده و در چارچوب سیاست‌های نظام حرکت می‌کند. وی با این حال تماس تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهوری آمریکا را مناسب ندانسته و گفته است بهتر بود همان گونه که برای ملاقات حضوری به اوباما وقت داده نشد، از پذیرش مکالمه تلفنی خودداری میشد و چنین اقداماتی به بعد از نشان دادن اقدامات عملی آمریکا راستی آزمایی و صداقت سنجی در رفتار عملی آنها موکول میشد. آقای روحانی پیش از این در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود او اختیار دارد هر جا منافع ملی اقتضا کند و لازم بداند برای احقای حقوق ملت با هر کسی حرف بزند. و پیش از ترک تهران به سوی نیویورک هم تاکید کرده بود که دولت در برنامه هسته‌ای کاملا مقتدرانه وارد شده و دارای اختیارات کامل است. اما فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه نگرانی خاصی نسبت به اصل نرمش قهرمانانه و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در این رابطه وجود ندارد، گفته است با این وجود در مسیر حرکت دولت ممکن است اشتباهات تاکتیکی مانند همین مکالمه تلفنی با اوباما صورت گیرد که قابل تصحیح و جبران است. فرمانده کل سپاه همچنین گفته است اکنون نوبت آمریکاست که با اقدامات عملی خود اعتماد سازی کرده و در عمل راستگویی خود را به اثبات برساند. وی برخی از این اقدامات را رفع کامل تحریم ها، آزادی سازی دارایی های بلوکه شده ایران و دست کشیدن از سنگ اندازی در این مسیر عنوان کرده است. آمریکا و کشورهای غربی بارها تاکید کردند که اگر جمهوری اسلامی ایران مایل به حل مسئله هسته‌ای خود و بهبود روابط است، باید در مسیر شفافسازی برنامه هسته‌ای خود و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام بردارد تا بتوان در مورد کاهش و یا لغو تحریم‌ها تصمیم گرفت. حسن روحانی در آستانه بازگشت به تهران مکالمه تلفنی با باراک اوباما داشت که اولین تماس در این سطح بین دو کشور پس از دهه‌ها بود. گروهی از محافظه‌کاران تندرو در ایران از انجام این مکالمه انتقاد کردند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بیش از 3 دهه است که رابطه‌ای نداشتند، ولی با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران خوشبینی‌هایی درباره امکان بهبود مناسبات بین دو کشور به وجود آمده است.
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از تلاش‌های دولت آقای روحانی برای حل مشکلات ایران در روابط خارجی و به ویژه مسئله هسته‌ای استقبال کردند. سپاه همچنین پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک نیز در بیانیه‌ای با لحنی کم سابقه پشتیبانی خود از سیاست خارجی آقای روحانی را اعلام کرده بود. پس از آنکه نمایندگان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نتوانستند درباره بودجه جدید دولت به توافق برسند، از بامداد روز سه‌شنبه اول اکتبر بخش‌هایی از دولت ایالات متحده تعطیل شد. باراک اوباما تاکید کرده است که به جمهوری‌خواهان اجازه نمی‌دهد برنامه پیشنهادی او برای اصلاحات بیمه درمانی همگانی را قربانی تصویب بودجه دولت کنند. این در حالی است که نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا خواستار لغو یا تعویق اجرای قانون بیمه درمانی مورد نظر باراک اوباما هستند. در نتیجه این روند نزدیک 800 هزار کارمند دولتی به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند و اوباما نیز سفر خود را به مالزی لغو کرده است. احمد باطبی خبرنگار ما از واشنگتن با جزئیات بیشتر. این هفته ایالات متحده پس از 17 سال دوباره شاهد تعطیلی دولت فدرال آمریکا بود. 800 کارمند دولتی به مرخصی اجباری بدون حقوق رفته و بخش‌هایی از دولت باراک اوباما همچون وزارت دفاع و اداره‌های عمومی همچون پارک‌ها و موزه‌ها به حالت تعطیل درآمدند. این تعطیلی در پی عدم توافق نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا صورت گرفت. قرار بود نمایندگان سنا تا آخرین فرصت تعیین شده، یعنی سه‌شنبه اول اکتبر، بر سر بودجه مالی سال 2014 به توافق برسند. اما اجرای طرح بیمه درمانی باراک اوباما از اول اکتبر باعث بروز اختلاف و عدم توافق نمایندگان دموکرات و نمایندگان جمهوری‌خواه سنا به عنوان اکثریت مجلس و مخالف طرح درمانی رئیس جمهور شد. جمهوری خواهان پیش از این سه بار از سنا خواسته بودند تا مانع اجرای طرح بیمه درمانی باراک اوباما شود، اما هر بار این درخواست رد شد. بیمه درمانی باراک اوباما طرحی است که اولین بار در شعارهای انتخاباتی دموکرات‌ها به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف دولت اوباما طرح و در مارس 2010 تصویب شد. این طرح پس از مخالفت فراوان جمهوری خواهان و گذر از موانع فراوان همچون دیوان عالی آمریکا لازم الاجرا شد. این طرح نه تنها صاحبان مشاغل خرد و کارآفرینان را ملزم به بیمه کردن کارمندان می کند، بلکه 50,700,000 شهروند آمریکایی را نیز موظف به خرید بیمه درمانی ارزان قیمت می کند. جمهوری خواهان و به طور مشخص حزب محافظه‌کار تی پارتی به عنوان شاخص‌ترین جریان مخالف این طرح به دلیل اجبار شهروندان به خرید بیمه، این طرح را مخالف با قانون اساسی دانسته و ضمن مخالفت با آن تلاش کردند تا اجرای آن را یک سال به تأخیر بیندازند. اما باراک اوباما ضمن متهم کردن مخالفان به تلافی شکستشان در انتخابات سال گذشته ی ریاست جمهوری به تعطیلی کشاندن دولت را توسط آنها اوج بیمسئولیتی نامید. به اعتقاد برخی تحلیلگران، مخالفت جمهوری خواهان با این طرح نه صرفاً مغایرت آن با قانون اساسی آمریکا، بلکه به خطر افتادن منافع اقتصادی آنها به عنوان سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان شرکت‌های بیمه است. رئیس جمهور آمریکا جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را به طرفداری از یک گروه کوچک افراطی و تلاش برای متوقف کردن قانون بیمه درمانی عمومی متهم کرد. جان بینر گفته به دنبال فضایی است برای مذاکره درباره قانون بیمه که رئیس جمهور آمریکا آن را عادلانه و منصفانه می‌نامد، اما اوباما حاضر به این مذاکره نیست. باراک اوباما اعلام کرده در حال تهیه لایحه است که طی آن برخی نهادهای دولتی همچون نیروهای نظامی حقوق خود را به موقع دریافت کرده و در این حال کنگره آمریکا نیز بازگشایی دولت آمریکا را تسهیل کند. به اعتقاد ناظران ادامه تعطیلی دولت لطمه جبران ناپذیری را بر اقتصاد بحران زده آمریکا وارد خواهد کرد. در حالی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است اگر ایران ثابت کند که برنامه اتمیش مقاصد نظامی ندارد، توافق هسته‌ای با این کشور میتواند زودتر از 6 ماه صورت گیرد، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید کشورش تا زمانی که سیاست‌های غیرمنطقی آمریکا ادامه داشته باشد، پروتکل الحاقی را نمیپذیرد و میزان غنی‌سازی اورانیوم را هم کاهش نخواهد داد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به سخنان اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که خواستار امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران به عنوان ضامن دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای این کشور شده گفت جان کری باید بداند اختیار تصمیم گیری درباره این کار با مجلس است و مجلس اجازه پذیرش پروتکل الحاقی را صادر نخواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به دیگر اظهارات کری مبنی بر باز کردن فوری درهای تأسیسات هسته‌ای فوردو به روی بازرسان نیز گفته این مرکز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته که دسترسی بازرسان بین المللی به این تأسیسات می تواند نشان دهد ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. بروجردی همچنین با اشاره به صحبت‌های کری که غنی‌سازی بیشتر از یک مقدار معین زیر 20% برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ضروری ندانسته گفته است ضرورت این کار و درصد آن را نیازهای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌کند نه جان کری. جمهوری اسلامی در حال حاضر در 2.5% و 20% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم می‌کنند که این دومی باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 7 مهر ماه گفته بود اگر ایران ثابت کند که برنامه اتمیش مقاصد نظامی ندارد توافق هسته‌ای با این کشور می‌تواند زودتر از 6 ماه صورت گیرد. آقای کری همچنین تاکید کرده بود تنها هنگامی تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود که توافق‌نامه‌ای بین دو کشور امضا شود که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا دسترسی بازرسان بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای ایران در دل کوه‌های نزدیک به شهر قم می‌تواند نشان دهد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اشاره آقای کری به تأسیسات فوردو است که ایران گفته است برای در امان ماندن از هر گونه حملات احتمالی آمریکا یا اسرائیل آن را در دل کو بنا کرده است. جان کری گفته ایران می تواند فوراً درهای این تأسیسات را به روی بازرسان بگشاید. آنها می توانند پروتکل های الحاقی را که ضامن دسترسی بازرسان به تأسیسات ایران است امضا کنند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین افزوده بود ایرانی ها می توانند به طور داوطلبانه غنی‌سازی را در سطح خاصی محدود کنند چرا که برای مقاصد صلح‌آمیز نیازی به غنی‌سازی در سطح بالاتر نیست. اظهارات جان کری و علایالدین بروجردی پس از آن بیان می شود که در یک هفته گذشته تحولات بسیار مهمی در روابط تیره تهران و واشنگتن ظرف 34 سال گذشته رخ داده است. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانیش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی امیدها در دو کشور را برای حل و فصل سریع پرونده هسته ایران فراهم کرده است. با این حال شب گذشته باراک اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرده است که گزینه نظامی همچنان روی میز است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 10 مهر در جمع مسئولان عالی قضایی از برخی اظهار نظرها و تحلیل‌ها در خصوص آزادی برخی زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات 88 انتقاد کرده است. به مدعی شده است که عفو و آزادی محکومان امنیتی فتنه 88 به علت باز شدن فضای کشور در اثر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تحلیل نادرستی است. در هفته‌های گذشته چند تن از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، فیض الله عرب سرخی، محسن امینزاده، مهسا امرآبادی و محبوبه کرمی بدون اعلام قبلی از زندان آزاد شدند. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه ما نیز قبول داریم که فضای کشور عوض شده است گفته مردم برای عوض شدن فضا به عقلانیت و تدبیر و اعتدال رأی دادند و حماسه سیاسی آنها البته ربطی به فتنه‌گران ندارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تکان‌دهنده اتهامات سنگینی را متوجه دولت ترکیه کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت بیش از حد پلیس ترکیه در مقابل با تظاهر کنندگان به مرگ 3 انسان و مجروح شدن هزاران تن انجامیده است. عفو بین‌الملل این خشونت‌ها را که در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه علیه تظاهر کنندگان اعمال شد اقداماتی غیرقانونی خوانده و خاطر نشان کرده است که حق گردهمایی مسالمت‌آمیز مردم به شکل بی‌رحمانه‌ای نقض شده است. میثاق بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. یک روز پس از اینکه بسه دموکراسی در ترکیه از طرف دولت ارائه شد بلافاصله سازمان عفو بین‌الملل هم آخرین گزارش تحقیقاتی خودش رو در مورد نقض حقوق بشر در ترکیه منتشر کرد. در این گزارش که
در واقع منتشر شده به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ترکیه اشاره میکنه که در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته در ترکیه اتفاق افتاده. از جمله مواردی رو که در این گزارش ما شاهدش بودیم، ضرب و شتم شدید معترضان و بازداشت تعداد زیادی از اونها هستش، زندانی کردن معترضان و در برخی موارد در واقع آزار جنسی بازداشت شدگان زن، استفاده از محرک‌های شیمیایی در برخورد با معترضان و مواردی از این قبیل. این گزارش تحقیقاتی در واقع حاصل ساعت‌ها گفتگو کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل با بسیاری از کسانی هستند که در خود ناآرامی‌های ترکیه حضور داشتن، از بازداشت شدگان، معترضان، از فعالین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و بسیاری کسایی که از نزدیک در بطن جریان بودن. به هر حال خب میدونیم مسئله پارک گزی در ظاهر یک اعتراض مدنی به قطع درختان پارک گزی بود که خب به هر حال پارک گزی برای مردم استانبول یک نماد فرهنگی است و از اهمیت زیادی برخوردار است، اما وقتی به بطن در واقع لایه‌های عمیق‌تری از این اعتراضات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که انبوهی از مطالبات گوناگون از طرف گروه‌های گوناگون در این جریان در واقع مشاهده میشه. خب عفو بین‌الملل هم در واقع داره به پلیس ترکیه و مشخصا به دولت ترکیه اشاره میکنه و هشدار میده که تجمعات مسالمت آمیز حقوق شهروندی مردم ترکیه هستن و باید دولت اینها رو به رسمیت بشناسه و نباید اونقدر دست پلیس باز باشه که بتونه این تجمعات مسالمت آمیز رو با خشونت سرکوب بکنه. در این گزارش اخیر خب سازمان عفو بین‌الملل اشاره میکنه که نزدیک 5000 نفر در این چند هفته بازداشت شدن و نزدیک به 8000 نفر هم زخمی شدن. از اون طرف هم خود دولت ادعا داره که به هر حال معترضین ابتدا شروع کردن و خشونت رو ترویج دادن. دولت میگه که در این ناآرامی‌ها یک نفر پلیس کشته شده، تعداد 600 نفر از نیروهای پلیس زخمی شده. اما وقتی همونطور که گفتیم به لایه‌های عمیق‌تر این در واقع اعتراضات نگاه میکنیم، میبینیم که مطالبات گوناگون اهم از مطالبات سندیکایی گرفته تا چپها گرفته تا سکولارها و ملیگراها گرفته و حتی مطالباتی که به صورت مطالبات گروه های دینی و مذهبی مطرح میشه در تمام این طیف‌ها وجود داره. معترضان در واقع شاید در روز اول اعتراض داشتن به قطع درختان پارک گزی، اما با سرکوب شدید پلیس اونطور که در این گزارش هم اشاره شده نهایتا این تجمعات گسترده شد، به شهرهای دیگه کشیده شد و تقریبا یک شکلی از شبه جنبش رو در ترکیه به وجود آورد که به هر حال برای دولت ترکیه چه در بعد سیاسیش و چه در بعد اقتصادیش هزینه‌های فراوانی رو داشت. معترضان به هر حال در این اعتراضات بارها شاهد بودیم که آقای رجب طیب اردوغان رو دیکتاتور خطاب میکرد و یکی از دلایلی هم که شاید باعث شد که به هر حال این گزارش رو با این شاخصه های نقض حقوق بشر ما الان مشاهده میکنیم، اون صف‌بندی هست که میان دو طرف به وجود اومد. همونطور که به هر حال معترضین آقای رجب طیب اردوغان رو دیکتاتور میخوندن، آقای رجب طیب اردوغان هم به هر حال در مواردی حتی شنیده شد که معترضین رو منتسب میکرد به گروه های تروریستی و به نوعی اونها رو فریب خورده قلمداد میکرد. در نهایت گزارش عفو بین‌الملل این هشدار رو به دولت ترکیه میده که حق تجمعات مسالمت آمیز رو به رسمیت بشناسه، اجازه نده که پلیس از نیروی خشونت آمیز در برخورد با این تجمعات استفاده بکنه و در واقع این موضوع رو به دولت ترکیه تفهیم میکنه که هر شهروند ترک این حق رو داره که به صورت مسالمت آمیز تجمع بکنه و اعتراض بکنه. و در پایان این گزارش هم سازمان عفو بین‌الملل از همه کشورهایی که تجهیزات نظامی رو در اختیار پلیس ترکیه قرار میدن، اهم از مواد شیمیایی یا سلاح‌های بازدارنده، از اونا خواسته که این در واقع صادرات این تجهیزات رو به حالت تعلیق در بیاره، ضمن اینکه همینطور خواستار این شده که یک کمیسیون ویژه‌ای تشکیل بشه که این موارد نقض حقوق بشری که در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل از اونها نام برده میشه این موارد رو بررسی بکنه. با اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی پیروز این انتخابات شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق توانسته با کسب 719 هزار رای پیروز انتخابات پارلمانی در این منطقه شود. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات عراق، پس از حزب دموکرات، حزب تغییر با بیش از 446 هزار رای مقام دوم را به دست آورده و پس از آن حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق قرار دارد که 323 هزار رای را از آن خود کرد. بنا به این گزارش نزدیک به 73% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی که 21 ماه جاری میلادی برگزار شد شرکت کردند. در انتخابات پارلمانی کردستان عراق، حزب اتحاد اسلامی کردستان نیز توانسته 178 هزار رای را به خود اختصاص داد و حزب جماعت اسلامی کردستان نیز 113 هزار رای به دست آورده و به این ترتیب این دو حزب اسلامگرا توانستند جایگاه چهارم و پنجم را در انتخابات مذکور به دست آورند. 32 حزب و تشکل سیاسی برای به دست آوردن 111 کرسی در پارلمان کردستان عراق که وظیفه تعیین نخست وزیر و اصلاح قانون اساسی این منطقه را به عهده خواهد گرفت رقابت کردند. 30% از کرسی‌های پارلمان منطقه کردستان عراق بر اساس قانون اساسی این منطقه به زنان، 5 کرسی به مسیحیان، 5 کرسی به ترکمنها و 1 کرسی به ارامنه ساکن در این منطقه اختصاص داده شده است. پارلمان کردستان عراق وظیفه تعیین نخست وزیر و اصلاح قانون اساسی این منطقه را به عهده خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که چندی پیش در ملاقات با باراک اوباما خواستار ادامه فشار بر ایران شده بود، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا تمام سخنرانی خود را به موضوع هسته‌ای ایران اختصاص داد. به روحانی را فردی دروغگو و فریبکار معرفی کرد و گفت این فرد نوکر رهبر بوده و هست. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت احمدی نژاد گرگ در لباس گرگ بود، اما روحانی گرگ در لباس میش است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در چند کلمه اول سخنرانی خود در سازمان ملل متحد نسبت به بمب هسته‌ای ایران هشدار داد. نتانیاهو روحانی را نوکر رهبر جمهوری اسلامی خواند که به گفته او دیکتاتور است. نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه روحانی گرگ در لباس میش است گفت میان اظهارات روحانی و اعمال ایران تناقض فراوان وجود دارد. وی افزود روحانی در نیویورک از دموکراسی ایران تمجید کرد، اما در این کشور مخالفان سیاسی اعدام میشوند و تهران از کشتار در سوریه حمایت میکند. به گفته بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته در 25 شهر دنیا حمله تروریستی انجام داده است. ایران تلاش داشت به گفته وی سفیر سعودی در واشنگتن را ترور کند و اسرائیل هم به تازگی یک جاسوس آنها را دستگیر کرده است. نتانیاهو در ادامه حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرد و گفت دلش می‌خواست بتواند حرف‌های او را قبول کند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تأسیسات مختلف هسته‌ای ایران و به ویژه نیروگاه آب سنگین عراق همه آنها را نشانه خاص ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای دانست. به گفت تنها راه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تحریم‌های سنگین و همراه با تهدید جدی نظامی است. نتانیاهو در پایان هم گفت که اسرائیل می‌خواهد که به دیپلماسی در مورد ایران فرصت بدهد. در همین حال محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز پس از سخنرانی آقای نتانیاهو به بخشی از اظهارات او پاسخ داد. او گفت که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح اتمی است و در منطقه خاورمیانه تنها اسرائیل است که عضو این معاهده نیست. آقای خزایی گفته است اسرائیل باید به عضویت این معاهده درآید و سلاح‌های اتمی خود را نابود کند. نماینده ایران بار دیگر تاکید کرده است ایران آمادگی دارد که نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. به گفته بسیاری از تحلیلگران رویکرد دولت جدید ایران موضع اسرائیل و نخست وزیر این کشور را تضعیف کرده است. نتانیاهو پیش از سخنرانیش در سازمان ملل با باراک اوباما ملاقات کرده بود و خواستار ادامه فشار بر ایران شده بود. اوباما طبق گزارش‌ها به نخست وزیر اسرائیل گفته بود تحریم‌ها ادامه خواهد داشت مگر اینکه ایران گام عملی بردارد. اوباما همچنین بار دیگر بر گزینه نظامی هم اشاره کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 9 مهر ماه در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت سخنان رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل غیر قابل قبول است.
آقای ظریف در این پیام نوشته بود حرفای اوباما در این میان کاملا غیر قابل قبول بود و هیچ نشانی از نقشی که رئیس جمهوری آمریکا باید برای حل موضوع هسته‌ای در کشورش ایفا نموده و به جای دنبال روی از تندروها رهبری کشورش را در این موضوع تاریخی به دست گیرد نداشت. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 11 مهر ماه در توکیو در عین ابراز امیدواری برای مشارکت با جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد تهران باید ثابت کند به ختم مناقشه اتمی جاری با غرب تمایل دارد. به گفته جان کری وزیر خارجه آمریکا، کشوری که واقعا بخواهد برنامه صلح‌آمیز داشته باشد در اثبات صلح‌آمیز بودن آن مشکلی نخواهد داشت. آقای کری ابراز امیدواری کرده است که مشارکت با دولت حسن روحانی در ایران با موفقیت به سرانجام برسد، اما در این حال تاکید کرده است آمریکا قرار نیست هر چیزی را بدیهی شمرده و تنها برای گفته‌های افراد حساب باز کند. مدیر بخش اجرایی شرکت توتال گفته است این شرکت در صورت لغو تحریم‌ها به بازار انرژی ایران باز می‌گردد. محدودیت‌ها و تحریم‌های غرب علیه ایران و علیه پرونده هسته‌ای ایران موجب خروج شرکت‌های بزرگ و توقف سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران شده است. کریستوف دو مارژری مدیر بخش اجرایی توتال قول انرژی فرانسه روز سه‌شنبه 9 مهر در پاسخ به خبرنگارانی که از او پرسیدند اگر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برداشته شود این شرکت به ایران باز می‌گردد، پاسخ داد البته. به گفته وی البته باید در مورد مفاد قراردادهای جدید مذاکره کنیم. دو مارژری در کنفرانس نفت و پول سخن می گفت که یک همایش مهم اقتصادی است و هر سال در لندن پایتخت بریتانیا برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر اجرایی توتال می نویسد امروز تحریم وجود دارد. این تحریم برای همه هست و ما منتظریم این محدودیت ها برطرف شود. وی ابراز امیدواری کرده که رفع محدودیت در اسرع وقت صورت گیرد. این مقام شرکت توتال فرانسه در این حال تصریح کرده است قرارداد بین این شرکت و ایران مانند قرارداد هر کشور دیگری باید شرایط برد برد داشته باشد و توتال به مناسبات تجاری بلند مدت علاقمند است. وزارت دادگستری آمریکا اوایل سال جاری اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت توتال موافقت کرده برای حل و فصل اتهام‌های مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران بیش از 398 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در آن زمان شرکت توتال بین سالهای 95 تا 2004 میلادی مبلغ 60 میلیون دلار به مقام‌های دولت ایران رشوه پرداخت کرده تا بار دیگر وارد بازار نفت و گاز ایران شود. توتال با پرداخت این رشوه به مقام‌های دولت ایران قراردادهایی را برای توسعه میادین نفت و گاز A و B جزیره سیری با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده بود. تحقیقات در مورد اتهام‌های توتال از سال 2003 در آمریکا و از سال 2006 در فرانسه انجام شده و مقام‌های هر دو کشور تحقیقات مفصلی در این مورد انجام دادند. مدیر بخش اجرایی توتال که در زمان پرداخت این رشوه رئیس بخش تولید و اکتشاف توتال در خاورمیانه بوده، در سال 2007 در خصوص این رشوه بازجویی شده بود. در روزهای اخیر و با توجه به لحن آشتی جویانه آمریکا و ایران در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل، امیدواری ها به کاهش فشار تحریم ها علیه ایران و سهولت معاملات نفتی این کشور قوت گرفته است. شرکت نفت و گاز توتال فرانسه در ژوئیه 2008 اعلام کرد که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را به دلیل مسائل اقتصادی و با توجه به ریسک بالا متوقف می کند. پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شل به همین دلایل اعلام کرده بود که این شرکت از بازار ایران خارج می شود. خروج شرکت‌های مطرح بین‌المللی و البته سوء مدیریت از سوی جمهوری اسلامی موجب توقف فعالیت در میادین بزرگ نفت و گاز ایران از جمله فاس‌های مختلف پارس جنوبی شده است. این روند به کاهش شدید صادرات نفت این کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای عمومی منجر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود که روز 21 شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد که ایران طی ماه اوت روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی هنگام بازگشت از نیویورک گفت اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود منجر به ترور می‌شود.
به گزارش سایت بنیاد باران، آقای خاتمی در دیدار با شماری از خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق ماهیت جریاناتی را که به گفته او تسلیم رأی مردم نمی‌شود خطرناک توصیف کرده است. خاتمی افزود فضای باز و نقد آزاد کنونی از جمله نتایج شعارها و کارهای حسن روحانی است، اما نقد با تخریب متفاوت است. اداره امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرده است که یک شهروند ایرانی بلژیکی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. شبکه اعلام کرده است این فرد که علی منصوری نام دارد، 55 ساله و با گرفتن مأموریت از شاخه قدس سپاه پاسداران برای شناسایی تأسیسات اسرائیلی و آمریکایی در این کشور به اسرائیل رفت و آمد می‌کرده است. مقامات اسرائیلی اما می‌گویند یکی از وظایف اصلی شاخه قدس سپاه پاسداران به فرماندهی سرلشکر قاسم سلیمانی انجام ترور و بمب‌گذاری علیه منافع اسرائیل و شهروندان اسرائیلی در جهان است. رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه 7 مهر از دستگیری یک مرد ایرانی تبع بلژیک به اتهام تلاش برای جاسوسی و انجام مأموریت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. از این مرد ایرانی 55 ساله به نام علی منصوری نام برده شده که در گذرنامه بلژیکی او نام خارجی الکس مانس ذکر شده است. وی در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون اسرائیل بازداشت شده است. شبکه تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرده که منصوری با گرفتن مأموریت از شاخه قدس سپاه برای شناسایی تأسیسات اسرائیلی و آمریکایی در این کشور به اسرائیل رفت و آمد می‌کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل شبکه می‌گوید منصوری در بازجویی‌های روز گذشته خود اعتراف کرد که ماموران اطلاعاتی ایران به وی قول پرداخت 1,000,000 دلار پول بابت انجام این مأموریت داده بودند. به گفته شبکه منصوری اذعان کرد که با فریفته شدن جهت دریافت این مبلغ پول از ایران وی قول داده که از کارهای بازرگانی خود برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای رژیم ایران بهره برداری کند. این تشکیلات همچنین گفته که منصوری در صدد برآمد با ثبت شرکت در اسرائیل زمینه را برای کارهای بازرگانی درازمدت که به او امکان سفرهای متعدد و برقراری روابط با بازرگانان اسرائیلی را بدهد فراهم کند. تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل افزوده که منصوری با احتساب سفر اخیر که در پایان آن دستگیر شد 3 بار به اسرائیل آمده بود. 2 سفر پیشین او در ژوئیه 2012 و ژانویه 2013 انجام شده بود. در آخرین سفر او 3 سپتامبر 12 شهریور به اسرائیل آمد و روز 11 سپتامبر که با در دست داشتن بلیط هواپیما در فرودگاه بن گوریون برای بازگشت حاضر شده بود در پی بازجویی‌های ماموران اطلاعاتی اسرائیل دستگیر شد. شبکه میگوید عکس‌هایی که منصوری گرفته بود نشان می‌دهد وی در آستانه سالروز حمله تروریست‌های القاعده به آمریکا در اطراف سفارت آمریکا در تل‌آویو گردش کرده بود و عکس‌هایی که او گرفته بود همراهش بود. شبکه گفته است منصوری در بازجویی‌های روز گذشته از شماری از ماموران شاخه قدس سپاه که با او در ارتباط بودند نام برده و به ویژه به اسامی حامد عبداللهی و مجید علوی اشاره کرده، اما گفته است در سفرهایش به ایران افراد دیگری به نامهای حاج مصطفی، حاج حمید نعمتی و مهدی خانبابایی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران با او دیدار می‌کردند. به گفته شبکه در 2 سفر گذشته منصوری وی پس از حضور در اسرائیل به ایران رفت آمد و به ماموران گزارش می‌داد، اما تابعیت اروپاییش موجب شد که نیروهای امنیتی اسرائیل در فرودگاه مبدأ و مقصد در زمان سفر 3 او به اسرائیل سختگیری لازم را به خرج ندهند. اسرائیل تاکید دارد که شاخه قدس سپاه در فوریه 2012 عامل برنامه‌ریزی حمله به اتومبیل وابسته نظامی اسرائیل در بمبئی هند و نیز تلاش برای بمب‌گذاری در تایلند و گرجستان بود که 2 مورد اخیر ناکام ماند. اسرائیل همچنین میگوید در سالهای پیش از آن نیز تلاشهایی برای ترور و بمب‌گذاری علیه سفارت اسرائیل در جمهوری آذربایجان و نیز 2 کشور آفریقایی کنیا و نیجریه از سوی ماموران شاخه قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفته بود. خبر بازداشت آقای منصوری همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا منتشر شده است. گفته می شود که تلاش ایران برای دست یافتن به توافق با غرب بر سر پرونده اتمی این کشور از جمله مهمترین موضوعاتی است که آقای نتانیاهو قصد دارد در این سفر در مورد آن با مقامات آمریکایی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز 2 شنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و فردا 3 شنبه نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. این بود برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. ممنون که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. این برنامه رو می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید.
تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.